پژو پارس با موتور XUP یه جایی قرار میگیره بین موتور XU7 یا XU7 و XUM. XUM موتور 2 لیتری هستش که قدرت بیشتری رو داره، 75 کیلووات قدرت داره. این موتور 72 کیلووات قدرت داره، البته که حجم موتورش کمتره مثل موتور XU7، ولی XU7 قدرتش از این کمتره، 65 کیلوواته. یه نکته هم دقت کنید که قدرت موتور این خودرو تو حالت 5500، یعنی دور 5500 به بیشتری مقدار خودش میرسه. تو XUM هم همینه، اما تو XU7 توی 6000 به بیشترین حالت خودش میرسه. یعنی ما توان بیشتر رو توی این موتور نسبت به موتورهای قدیمی تر توی دور کمتری در اختیار داریم. سرعت ما الان روی 80 کیلومتر در ساعت هست. من یه معکوس میکشم، میرم روی دنده 2. و دقیقا روی 100 کیلومتر در ساعت خودرو کاتاف میزنه، یعنی میره تا دور 6200. حالا ببینیم رو دنده 3 تا چه اندازه میره بالا سرعت. گاز میدم دور 5، سرعت 110، میره بالاتر. 120 رد کرد، هنوز کاتاف نکشیده. دقیقا روی سرعت 140 کیلومتر در ساعت روی دنده 3 موتور کاتاف میکنه و تا دور 6200 بالا میره. موتور XUP با اینکه هم خانواده موتور XUM و XU7 یا XU7 اما گشتاورش خیلی متفاوته. توی XUM که بزرگترین موتور این خانواده هست، ما گشتاور 156 نیوتن متری رو تو دور 2500 داریم، اما گشتاور موتور XU7 تو دور 3133 نیوتن متره و برای این ماشین 146 نیوتن متر تو دور 4500. یعنی باید با این ماشین پردور رانندگی کنین تا گشتاورش بیاد تو دستتون. دنده 4 دورمون به 5500 رسیده، سرعت 170 کیلومتر، داره به 180 کیلومتر نزدیک میشه. سرعت 180 کیلومتر، دور 6000، باز گیر کرد، بالا نمیره. برو 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 برو. یه ذره دیگه بره بالا، من دنده رو عوض میکنم. هنوز به کاتافمون نرسیدیم. دنده 5، دور 4.5، سرعت 185 کیلومتر، بازم نرسید. خدا رو شکر هیچ ماشینی توی جاده نیست و جلومون کامل خلوته و جاده هم کامل صافه. دور داره به 5000 تا میرسه. آروم آروم خیلی طول کشید، داره میفته دور. خیلی ماشین نامتعادل شده تو این سرعت. در نهایت همون سرعت 190 کیلومتر در ساعت و بیشتر از این ماشین نمیتونه بره، محدودش کردن. همونطور که میبینید الان خودرو توی یک شیب خیلی شدید ایستاده. مشکلی که توی این شیب پیدا کرد خودرو اینه که چون دنده 1 و 2 رو سبک گرفتن، با دنده 2 خب موتور با دور موتور پایینی کار میکرد، تقریبا روی 2 و اصلا دور موتور مناسبی نبود. روی دنده 1 هم خیلی موتور پرفشار و پر از سر و صدا کار میکرد. در حال رانندگی با پژو پارس با موتور جدید XUP هستیم، موتوری که توسعه یافته موتور XU7 هست. سعی کردن این موتور رو بهینه‌سازی کنن، یه سری قطعات رو از موتور XUM انتقال دادن به این موتور و یک سری از قطعات رو هم از موتور EF7 و توان گشتاور توی این موتور نسبت به موتور XU7 حدود 10% افزایش پیدا کرده. اما چون که گیربوکس رو در مخصوصا دنده 1 و 2 سبک گرفتن، باعث شده که
این نسبت دنده ها یه ذره توان موتور رو توی دور پایین کمتر نشون بده. از دور 3000 به بعد آروم آروم خودرو وارد مدار میشه و از روی دور 4500 تا 5500 ما میتونیم بگیم که با یک موتور برو طرف هستیم، ولی قبل از دور 3 اصلا خودرو جون نداره و خیلی آروم حرکت میکنه. بهترین موتور توی ایران برای خودروهای گاز سوز موتور EF7 که اصلا برای گاز طراحی شده، هم ضریب تراکم خیلی مناسبی داره برای گاز، هم خنک‌کن روغن داره و هم سیستم خنک‌کاریش و سیستم هوادهی به موتورش خیلی مناسبه. اما موتور XU برای گاز طراحی نشده و سعی شده که هر دفعه یه سری بهینه‌سازی انجام بشه تا روی گاز بهتر کار کنه. توی آخرین نسخه که اینه، چون ضریب تراکم رسوندن به 10.5، عملکرد خودرو روی گاز خیلی بهبود پیدا کرده، ولی همچنان هم به بنزین نمیرسه. براتون یه مثال میزنم، اگر با این خودرو بشه 180 کیلومتر رو به عنوان مثال رو دنده 4 رفت و شما دور موتورتون به بالای 5500 میرسه، اگه همین شرایط حفظ کنیم و روی گاز باشیم، سرعت خودرو به 160 کیلومتر تو همون جاده با همون دور موتور با همون گیربکس نمیرسه، به خاطر اینکه گشت‌آور این خودرو در بیشترین حالت خودش روی حالت گاز سوز 137 نیوتن متر و روی حالت بنزینی 146 نیوتن متر. یعنی واقعا اون 10% افت توان گشت‌آور روی حالت گاز سوز توی این خودرو قابل مشاهده است. البته دقت کنید که قیمت گاز خیلی ارزون تر از قیمت بنزینه و شاید این 10% اصلا به چشم نیاد. البته بازم یه نکته دیگر دقت کنید که این موتور نسبت به موتور XU7 حتی رو حالت گازسوز قدرت و گشت‌آور بیشتری داره. موتور XU-M خب خیلی ها با موتور XU-M این خودرو رو دوست داشتن. موتور XU7 هم موتور قدیمی هست، خیلی ها بهش میگن موتوریه که واشر میزنه. توی مدل XU پلاس گفتن که مشکل واشر زدن رو حل کردن و سیستم خنک‌کاری خودرو رو اصلاح کردن. نمیدونیم، بعد صبر کنیم ببینیم که چقدر این مورد درسته. ولی دلیلی که مردم شاید روی خوش به موتور سری XU نشون میدن این که تعمیر این خودرو نسبت به موتور EF7 ساده تره و هزینه هاش هم نسبت به موتور TU5 کمتر هستش. اما به هر حال باید قبول کنیم که این موتور قدیمی 8 سوپاپ الان هم با تنفس مصنوعی زنده است و فکر میکنم موتور XUP دیگه آخرین کاری باشه که ایران خودرو بتونه روی این موتور انجام بده و بعد از این باید با این موتور خداحافظی کنیم. البته احتمالاً تا استاندارد یورو 6 این موتور زنده بمونه، هم روی پژو پارس و هم روی وانت آریسان. ایران خودرو داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا موتور سری XU رو زنده نگه داره، اما آخرین کاری که روی موتور کردن چیه؟ ضریب تراکم این موتور رو رسوندن به 10.5. اگه بخوام بهتون بگم چقدر فرق کرده، موتورهای XU7 یا XU7 ضریب تراکمشون 9.2 توی موتور XUM که موتور پرحجمتر و قویتر این سری هست، ضریب تراکم به حدود 10 رسیده، ولی ضریب تراکم این الان 10.5. این باعث شده که قدرت موتور، راندمان موتور خیلی بهبود پیدا کنه و روی حالت گاز هم عملکرد بهتری رو داشته باشه. بذارین براتون مثال حالت گاز سوزش رو بزنم. توی حالت گاز سوز اگر یک موتور عادی XU7 داشته باشین که گاز سوز شده باشه، حدود 120 نیوتن متر گشت‌آورش میشه، چون خیلی افت میکنه. اما توی این خودرو به خاطر اینکه ضریب تراکم خوبی هست، ما گشت‌آور 137 نیوتن متری رو داریم. درسته که گشت‌آورش یه چیزی حدود 10% کمتر از نسخه بنزینیشه، ولی حتی گشت‌آور این خودرو توی نسخه گاز سوز از گشت‌آور خودروی سابق، یعنی پژو پارس با موتور XU7 توی موتور بنزینی بیشتره. اونجا ما 133 نیوتن متر رو توی حالت بنزینی داشتیم روی موتور XU7، ولی توی موتور XUP رو حالت گاز سوز 137 نیوتن متر گشت‌آور داریم. یه نکته دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که
ما یه مدتی پژو پارس رو تو ایران با موتور XU L4 داشتیم. همین موتور بود که سرسیلندر متفاوتی داشت و 16 سوپاپ بود. البته خب مجموعه سرسیلندرش وارداتی بود و ما تو ایران نمیتونستیم تولیدش کنیم به خاطر اینکه باید خط تولید رو کاملا متحول کنن و یه چیزی بالای 80 میلیون دلار باید هزینه بشه تا بتونن این موتور رو به صورت 16 سوپاپ تولید کنن. اون موتور دیگه بهترین موتور سری XU بود که تو ایران تولید میشد و روی خودروها قرار میگرفت و اونجا ما یه پژو پارسی داشتیم که قدرت موتورش خیلی قدرت موتور خوبی بود، تنفس موتور درست بود. الان توی موتور XUP اومدن یه سری اصلاحات انجام دادن، ولی همچنان به خاطر اینکه موتور 16 سوپاپ نیست و موتور 8 سوپاپه به اون موتور نمیرسه و همچنان به نظر من بهترین موتوری که ما روی پژو پارس تو ایران داشتیم همون موتورهای L4 بودن که هم کشش خیلی خوبی داشتن و هم مصرف سوخت مناسبی. موتورهای سری XU خیلی حساسن به دما و من با طراح این موتور، یعنی با کسی که این موتور رو بهینه‌سازی کرده صحبت می‌کردم، میگفتش که ما مشکل واشر سرسیلند رو تو نمونه XUP حل کردیم و برای کنترل سیستم آبرسانی به این خودرو منبع انبساط در این خودرو قرار گرفته. اما یه نکته رو دقت کنید، اگر آب منبع انبساط بره به سمت نارنجی یعنی رسوبات زیاد شده و شما باید حتما آب رو عوض کنید و باید موتورتون رو چک کنید که به مشکل سرسیلندر دوچار نشید. و یه نکته خیلی مهمی داره این موتور، اینی که با گیربکس بی ای پژو خیلی بهتر مچ میشه تا موتور EF7. برای موتور EF7 باید یه گیربکس طراحی میشد که نشد و گیربکس بی ای رو یه جورایی اومدن به موتور EF7 خوروندن. اما به هر حال موتور سری XU با گیربکس بی ای یه جورایی از اول با هم تکامل پیدا کردن، به خاطر همین هستش که گیربکس خیلی با موتور XU مچه. ایران خودرو کلن الان یه گیربکس دستی داره و اونم سری بی که روی همه خودروهاش میذاره، از سمند و دنا و سورن گرفته تا پژو 405 و پژو پارس و رانا و 206. اما ضریب دنده ها رو تو هر کدوم از این خودروها متفاوت میکنه. تو سری های جدیدش هم اومده یه دنده اضافه کرده شده، گیربکس 6 سرعته، داره سعی میکنه این گیربکس رو نیمه اتوماتیک کنه. اما توی موتور XUP از یک گیربکس کمی متفاوت تر در ضریب دنده استفاده کرده. شاید اگر همین موتور XUP ما نگه داریم و از گیربکس قبلی استفاده کنیم ماشین بروتر بشه، به خاطر اینکه ضریب دنده ها تو دنده 1 و 2 انقدر سبک نیستن که توی این گیربکس سبکن. خب ایران خود این کار رو به خاطر مصرف سوخت کرده، یعنی به خاطر اینکه مصرف سوخت رو کاهش بده و آلایندگیش هم در محدوده مجاز بشه اومده از یک گیربکس با ضریب دنده سبک استفاده کرده. اما اگه همین موتور رو شما وردارین و مثلا میگم گیربکس 10 سال قبل پژو پارس رو روش بذارین، با این موتور یه ماشینی دارین که خیلی کششش بهتر میشه. موتور XUM که حجم موتورش بیشتر بود نسبت به XU7 با تغییراتی که روش انجام شده بود، خب موتور بهینه‌ای شده بود، قدرت موتور مناسبی داشت، ولی خب به دلیل استانداردهای موجود در کشور دیگه امکان تولیدش وجود نداشت. اما بهینه‌سازی هایی که روی موتور XUM انجام شده بود اومد و روی موتور XUP نشست. یک سری از بهینه‌سازی ها، مخصوصا بهینه‌سازی هایی که روی ورودی های هوای موتور XUM انجام شده بود رو اووردن و روی موتور XUP هم انجام دادن. چون که موتورهای پژو موتورهای داغی هن و موتورهای سری XU هم مشکل واشر زدن دارن، مهندسای ایپکو اومدن یه کاری کردن که شما اگر گاز بدین و موتور خیلی داغ باشه شما گاز میدین ولی ماشین گاز نمیخوره، فن موتور هم روشن میشه، یعنی فن موتور دائم روشن میشه، ولی اگر احساس کنه که
دمای آب موتور داره از یه حدی میره بالا و شما دارین زیاد به موتور گاز میدین، شما گاز میدین ولی دستور میده که نه الان نباید گاز بدی، الان نباید قدرت زیاد داشته باشیم چون ممکنه موتور داغ کنه. شاید یکی از علتهایی هم که ما خیلی جاها سعی کردیم به این موتور گاز بدیم و دمای محیط هم بالا بود، 40 درجه بود و احساس میکردیم ماشین چرا راه نمیره، همین دلیل باشه. این موتور نسبت به EF7 خب موتور ارزون تری هست، هم EF7 گاز سوزه و هم این موتور رو نزدیک کردن به یک موتور پایه گاز سوزه. البته همچنان پایه گاز سوزه کامل نشده ولی خب خیلی نسبت به موتورهای XU7 قبلی با گاز عملکرد بهتری داره. موتور EF7 خیلی موتور گرونی هستش به خاطر اینکه تکنولوژی های متفاوتی روش استفاده شده، هم سیستم زمانبندی متغیر داره، هم دریچه گازش برقیه، هم سیستم اویل ماژول داره، اما این موارد توی موتور XUP وجود نداره. به خاطر همین موتور XUP اصولاً موتور ارزون تری هست نسبت به موتور EF7 و به خاطر همین پژو پارسی که با موتور XUP تولید میشه خودروی ارزون تری در میاد و خیلی جای مناسبی توی بازار میشینه و خیلی ها که مثلا نمیتونن خودروهای مثل دنا پلاس رو بگیرن و دلشون نمیخواد یه خودروی کوچیکی مثل رانا پلاس یا کویک هم داشته باشن، این خودرو میتونه براشون گزینه مناسبی باشه. یکی از مشکلاتی که پژو پارس داره طراحی داخلی خودروه که اصلا جذاب نیست به نظر من و خیلی محافظه‌کارانه طراحی شده و طراحی شاید برای سال مثلا 2006 خوب باشه ولی برای الان که سال 2022 ایم اصلا طراحی خوبی نداره. ما الان سال 2022 ایم و هنوز پارس جدید با موتور جدید یه دونه LCD نداره، یعنی شما اگه بخواید سیستم مولتی مدیا وصل کنید اینا اصلا همچین امکاناتی تو این خودرو نیست. کیفیت متریال داخلی و مواد استفاده شده توی داخل خودرو هم چندان جذاب نیست، پلاستیک با کیفیت پایین به نظر من استفاده شده، خیلی جا تو ذوق میزنه، خیلی جا پلیسه داره. مثلا من دست دنده ماشینو که میگیرم دوست دارم حس خوب بهم بده ولی پلیسه هایی که داره بعضی موقع دست منو حتی اذیت میکنه. طراحی شیفتر دنده یا دست دندش به نظرم باید خیلی بهتر باشه، طراحی فرمونش قدیمیه و کلن خودروییه که جوون پسند نیست. پژو پارس با وجود اینکه طراحی داخلی قدیمی رو داره اما صندلی‌هاش نسبت به باقی محصولات ایران خودرو راحت تره. ما یه سفر طولانی با این خودرو داشتیم و صندلی‌هاش چندان ما رو اذیت نکرد، اما هنوز خیلی جای کار داره تا صندلی‌های این خودرو با تکنولوژی روز هماهنگ بشه و بتونه حتی با محصولات چینی که الان توی بازار ایران هستن رقابت کنه. از نکاتی که توی پژو پارس به نظر من آزاردهنده است صدای محیطه که توی خودرو کاملا میاد، صدای اجزای تزیینات داخلیه که توی هر حالتی میاد، یعنی الان که ما داریم توی جاده خاکی میریم که ماشین خیلی تکون داره از همه جای خودرو داره صدا میاد، عایق بندی به نظرم زیاد جالب نیست، تو سرعت بالا که میریم صدای باد میاد توی اتاق، وقتی که خیلی گاز میدیم صدای موتور میاد داخل و همین نکاته که اگه ایران خودرو دقت کنه و سعی کنه اصلاحش کنه میتونیم تو صنعت خودرومون خودروهای بهتری رو داشته باشیم و مشتری ها راضی تر باشن. الان که مشتری ها دارن پول زیادی برای این خودروها میدن، حداقل کاری که کارخونه میتونه بکنه این که این ایراداتو که ایرادات خیلی پیچیده ای هم نیستن حل کنه. پژو پارس با وجود اینکه از نظر طراحی داخلی نسبت به خودروهای چینی که الان تو بازار ایران هستن خیلی عقب‌تره، اما از نظر هندلینگ و فرمانپذیری میتونم بگم از خیلی از خودروهای چینی که الان تو بازار ایران هستن و همکلاس این خودروان وضعیت بهتری داره
از نظر رانندگی، از نظر ایمنی هم نسبت به خودروهای روز ایمنی بسیار پایینی رو داره به خاطر اینکه پلتفرمش پلتفرم قدیمیه. یکی از نکاتی که توی این خودرو آزاردهنده است گیربکسشه. خب گیربکس بی ای خیلی گیربکس قدیمی هست و مشکل سنکرون داره و به خاطر ذات طراحی که داره قشنگ ما یه لقی رو همیشه توی گیربکس احساس میکنیم و موقع تعویض دنده هم یه صدای ناخوشایندی داره. این موضوع توی این خودرو هم همچنان پابرجاست. ایران خودرو اومده و خیلی از قطعاتی که رو خودروهای دیگه‌اش داشته و بهینه کرده رو روی این موتور پیاده کرده. مثلا سیستم کلاجی که روی دنا پلاس هست رو آوردن و این باعث شده که یک کمی عملکرد انتقال قدرت توی این خودرو بهتر بشه. توی پژو پارس جدید و با موتور XUP یه سری از قطعات موتور عوض شده، مثلا یاتاقانش عوض شده، پیستونش یه ذره تغییر کرده، میلنگش تغییر کرده و برخی از قطعات رو از موتور EF7 استفاده کردن و بعضی از قطعات رو از موتور XUM انتقال دادن به این خودرو. همین باعث شده که دوام این موتور بنا به ادعای کارخونه نسبت به موتورهای قبلی XU7 افزایش پیدا کنه. یکی از نکات مثبتی که موتور XUP داره اینه که توان گاز و بنزین خیلی به هم نزدیکه و توانش روی گاز از توان موتور روی بنزین توی موتورهای XU7 بیشتره. این شاید الان خودش رو زیاد نشون نده ولی اگر قیمت بنزین خیلی افزایش پیدا کنه و قیمت گاز همین حدود بمونه میتونیم بگیم که موتور XUP خیلی گزینه مناسبی از نظر اقتصادی میشه برای مصرف کننده. یه مشکل ذاتی که این موتور داره مشکل تنفس موتوره، چون که 8 سوپابه و 16 سوپاب نیست و زمانبندی متغیر سوپاب هم نداره. ما تنفس بهینه موتور رو نداریم و توان خیلی خطی و آروم بین 2000 تا 6000 قرار میگیره. برای همین ماهی بعد گاز بدیم تا تنفس موتور آروم آروم بره بالا و توان موتور افزایش پیدا کنه. به خاطر همینه که اگر رانندگی خیلی دلنشینی رو با این خودرو بخوایم باید با دور بالا با این موتور رانندگی کنیم. یکی از تفاوت‌هایی که این موتور با EF7 داره اینه که دریچه گازش مکانیکیه، یعنی که اگر راننده گاز بده همون میزانی که گاز بده دریچه گاز باز میشه و ECU کنترلی روی دریچه گاز نداره. برای همین برای اینکه بتونن قدرت موتور رو در جاهایی که میخوان محدود کنن فقط موتور به پاشش سوخت دسترسی داره و از طریق پاشش سوخت میتونه موتور رو کنترل کنه. یعنی جایی هست که راننده گاز میده، هوای زیادی داره وارد موتور میشه ولی سوخت به اون اندازه پاشش نمیشه، به خاطر همین قدرت موتور نمیره بالا و قدرت خلأ موتور هم اونقدری نمیشه که مثلا دورش همچنان با یک شیب مناسب افزایش پیدا کنه. این یکی از نکات ضعف این موتوره که دریچه گاز برقی نداره. پژو پارس خودروی زیباییه از نظر خیلیا، از نظر خود منم یکی از محصولات زیبایی هست که ما تو صنعت خودرو ایران داریم. باید بگم که پژو پارس رو طراحیش زیبا میدونم و شاهین سایپا، اما هر دوتا محصول یعنی هم شاهین سایپا و هم پژو پارس مشکل قدیمی بودن تکنولوژی موتور رو دارن. این موتور XUP با تمام بهبودهایی که پیدا کرده 8 سوپاپه. موتور شاهین با تمام پلتفرم ایمنی که داره و ظاهر بهتری که نسبت به محصولات صنعت خودرو ایران داره، اما موتورش 8 سوپاپه و قدرت کافی رو نداره. من به نظرم اگر این محصول با موتور قدرتمندتری تولید میشد، به عنوان مثال ما یک پژو پارس داشتیم که قدرت موتورش 150 اسب بخار بود، میتونست به یکی از اسطوره های صنعت خودروی ما تبدیل بشه.
اما متاسفانه مدیریت غلط توی مهندسی ایران خودرو هیچ وقت اجازه نداد که موتور پرقدرت روی این خودرو بشینه و مصرف کننده از اون لذت ببره. شاید اگر یه موتوری مثل EF7 توربو روی این خودرو قرار میگرفت خودرو خیلی کشش بهتری داشت. البته الان میدونم که خیلی هاتون دارین میگین که اون موتور خیلی درد سر داره و خیلی پیچیده است و خیلی هم هزینش از این بالاتره. درست میگین. شاید اگر ایران خودرو روی این موتور کار میکرد، ایراداشو برطرف میکرد، 16 سوپا بهش میکرد، روش توربو قرار میداد، یه گزینه خیلی خوبی میشد برای بازار. اما همینا رو فراموش کنید، دیگه عمر همین موتور گذشته، همین خودرو، و این خودرو باید بره توی تاریخ صنعت خودرو ایران جا بگیره و تولیدش متوقف بشه. هر چقدرم که این خودرو رو دوست داریم دیگه بس تولیدش. داریم در ارتفاعات اطراف مشهد رانندگی میکنیم، تقریبا تو ارتفاع 2500 متری از سطح دریا هستیم. اینجا که دارم میرم یه شیب زیاده، با دنده یک دارم میرم ببینیم کش ماشین چطوریه. ببینید الان سرعت من 3 2 3، بذاری بیشتر گاز میدم، میریم روی 40 و دور 4 بیشتر ببینیم کات آف میکنه، رفتیم بالا، الان روی دور 6 5 کات آف، که من رو کات آف نگه میدارم به امای آبمون همچنان و میریم به دنده 2. میتونست کششش بهتر باشه اگر ذرایب دنده رو یک کمی متفاوت میگرفتن و مثلا ما دور موتور بیشتری رو توی سرعت کمتری اگر داشتیم خودرو بروتر میرفت، ولی یک کمی طولانی و سبک گرفتن نسبت دنده رو. پژو پارس خودرویی هستش که سالهای سال داره توی ایران تولید میشه و خب کیفیتش تو این سالها افت هم پیدا کرده. اما الان اگر بازار خودروی ایران رو نگاه کنیم، با توجه به قیمتی که داره همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای خرید همین خودروه. شاید به خاطر همینه که ایران خودرو هم دست از سر این خودرو بر نمی داره و اومده و موتور جدیدی رو روی این خودرو قرار داده، موتور XUP، با اینکه ذاتاً موتور قدیمیه ولی با توجه به بهبودهایی که پیدا کرده الان من فکر میکنم این خودرو رو تبدیل کرده به یکی از بهترین گزینه‌هایی که تو بازار خودروی ما وجود داره. یعنی خودرویی که شما میتونید هم قیمت یک پژو 206 تیپ 5 یا رانا پول بدین یکم بیشتر و سواری مطلوبی ازش بگین. البته که طراحی داخلیش جوان پسند نیست و کیفیت قطعات داخلیش هم چندان جالب نیست، ولی ما تو بازار خودروی ایرانیم و توی دنیا حرف نمیزنیم. درسته اگر با پول این خودرو توی بازار دیگه بودیم میتونستیم یه خودروی دست دوم خیلی خوب بخریم. حتی با پول خودروی نوی پژو پارس تو بازار ایران میشه مثلا یک BMW 5-6 سال کار کرد رو با مثلا کیلومتر 60,000 کیلومتر توی بازار اروپا خرید، توی سری 3 که تقریبا نظر کلاسی خیلی شبیه به این اتاق هست. اما به هر حال ما تو بازار خودروی ایرانیم و این خودرو با توجه به خصوصیت هایی که داره و ارتقایی که پیدا کرده الان یه گزینه مناسب میتونه برای خیلی از مردم باشه. اما با همه این حرفایی که زدم به نظر می خودرو نباید تولید بشه، به خاطر اینکه پلتفرمش قدیمیه و حتی اگر کیسه هوای این خودرو هم باز بشه ساختار اسکلت این خودرو نمیتونه حمایت کنه از سرنشیناش. تو بهترین حالت به 3 ستاره ایمنی این خودرو نمیرسه. دقت کنید این خودرو ESP که اصلا نداره، ABS داره و با وجود اینکه هندلینگ خوبی داره اما ایمنی خوبی نداره و این هندلینگ بعضی موقع‌ها گمراه کننده هم میشه، چون راننده احساس میکنه که ماشین قشنگ قرص چسبیده به جاده، برای همین زیاد گاز میده. اما اینو دقت نمیکنه که اگر این ماشین خدایی نکرده تصادف کنه تو سرعت بالا، دیگه هندلینگ نیست که اونو قرار نجات بده، بلکه ساختار این خودروه که نمیتونه حمایت کنه از اون و تمام آدمهایی که تو خودرو هستن رو ممکنه به کشتن بده.
برای همین درسته که این گزینه منطقی از نظر مصرف کننده برای خرید، ولی از نظر ایمنی اصلا گزینه مناسبی نیست. این پژو پارس جدیده. خودم وقتی میگم پژو پارس جدید خندم میگیره، به خاطر اینکه کجا این خودرو جدیده؟ این خودروی پیرمرده، خیلی وقته که باید بازنشست میشده ولی هنوز داره تولید میشه. با این وجود خیلی از مردم همچنان این خودرو رو دوست دارن.